سلام خانم دکتر، حال شما چطوره؟ خیلی خوب، مرسی. شما چطورین؟ از پنجرتون مثل این که صدای پرنده زیبا میاد. دقیقا همینطوره. حالا نه این چمنا رو بزنن، این سر و صدا اشکال نداره، سر و صدای پرنده. و حالا نمیدونم چرا بعضی از صداها، مثلا تو، من صدای کلاغ رو دوست دارم، صدای پرنده ها رو دوست دارم، بعضی ها خب دوست ندارن. دوباره یاد داستان، یه داستان خرکی از آقای سروش صحت افتادم که میگفت چرا صدای خر دوست ندارید، صدای مثلا حیوانات دیگر رو دوست داریم و اینا، مگه اون چه فرقی میکنه؟ چشماش باشکلتره، صداش هم قشنگه. حالا نمیدونم اینا تلقین اجتماعی رو ما خلاصه یا اینکه واقعیت داره صدای خوش و ناخوش، نمیدونم. صدا هم مثل هر چیز دیگه یک سلیقه است، فکر میکنم که بستگی داره که آیا ازش لذت میبریم یا نمیبریم، چجوری باهاش وصل شدیم در حقیقت. ولی خب یک صداهایی بالاخره یک ریتمایی داره که دلنشین تر از یک سری دیگه است. ولی تو همون مدت هم شما وقتی نگاه میکنیم به موسیقی ها و مدل های مختلف موسیقی، میبینین که مثلا بعضی از راک خوششون میاد، بعضی خوششون نمیاد، بعضی مثلا پانک راک خوششون میاد یا هیوی متال، بعضی تحمل ندارن یک لحظه شو بشنون، بعضی عاشق اوپران، بعضی دوست ندارن، اصلا تحمل ندارن، بعضی عاشق آوازن، یکی دیگه اصلا میگه تحمل ندارن. درسته، یک سلیقه است که شما نگاه میکنی میبینین که چجوری از اول، مثلا بر بعد داشتم بزرگ میشدم، چه نوع ملودی های توی فضای خونه و خانواده بوده که اونا شده جزء طبیعت زندگی منو، دوستش دارم و باهاش خاطره های شیرینی دارم. آره، بیشتر عادت ها هم هست. من در مورد یه ریسرچ در مورد فلفلا بود، فلفلای تند تند که حالا هندی ها میخورن، که میگفت از این طرف رفته اصلا هندوستان. بعد این ریسرچ ها نشون میداد که عادته، یعنی بچه ها تا 10 سالگی اصلا فلفل نمیخورن، فلفل تند، حیوانات به هیچ عنوان نمیخورن، مگر مجبور بشن گرسنه باشن تو خیابونا غذای تند بخورن، ولی وقتی غذا گیرشون بیاد دیگه نمیخورن. و فکر کنم موسیقی هم اینجوریه، یه نوع عادت همونطوری که شما میفرمایید. من برای اون دسته از جانم گفتم خیلی زیاده. اتفاقا نشون دادن که وقتی که خانمی حامله است، باردار هست، مدل موسیقی رو که استفاده میکنه اون در حقیقت میشه جزوی از علاقه بچه. واسه همین به بانوان باردار همیشه پیشنهاد میکنن که شما موسیقی های مختلف رو در زمان بارداریتون گوش بدین و مزه های مختلف رو همیشه تجربه بکنین. در نتیجه فرزندتون که به دنیا میاد آشنا شده به یک فضای وسیعی از صداها و مزه ها. آره دیگه، عادت میکنه. برای اون دست از عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستن بگم که در کنار از نظر مجازی خانم دکتر هستیم، خانم دکتر فرجان زینی عزیزمون، پژوهشگر، نویسنده و روانشناسمون، که هر برنامه‌ای که باشون داریم خوشحال میشیم، یاد میگیریم و حال هوامون عوض میشه. خیلی ممنونم ازتون. خانم دکتر، یه چند تا سوال شده که بعضی وقتا تو سوالات آدم خودش هم میبینه توی اون سوالا. یه خانمی گفتن که من از بس خودم رو همیشه قوی نشون دادم خسته شدم، از بس همیشه خودم خوشحال نشون دادم خسته شدم، از بس همیشه فامیل گفتن تو همیشه شادی، همیشه خندانی و این تلقین به من شده، ولی توی لایه های اسفنجی زیر ضمیر ناخودآگاه هم پر از چیزایی که دوست دارم براش فریاد بزنم، دوست دارم عشق بریزم، غمگین باشم، نشون بدم به دیگران که منم غمگینم. بعد یاد یک مسئله افتادم که میرم در سطح دنیا هم خانم دکتر، مثلا بزرگترین کمدین دنیا یه دفعه میبینیم خودکشی میکنه. ما همش انتظار داشتیم که این چقدر فیلم ها رو شاد میره، یا مثلا در مورد چارلی چاپلین که میخونیم، کمدین های بزرگ یا کسایی که همیشه ما شاد میبینیمشون، ولی میبینیم که یه دفعه در اثر یه افسردگی شدید خودشون دچار مشکل شدن. یا حالا توی دنیای روانشناسی خود شما عزیزانم به هر حال این چیزا هست، ولی چرا بعضیامون دلمون نمیاد یا یاد نگرفتیم که غممون رو اعلام بکنیم و بعضیامون برعکس نمیتونیم شادیمون رو اعلام بکنیم؟ اون هم مثل همین مزه‌ها و یا صداهایی رو که داشتیم میگفتیم که از بعد به کودکی شما یاد میگیرین، وقتی که در خانواده‌ای در حقیقت و در اجتماعی
بزرگ میشین که یک نوع از احساسات همیشه هستش و قابل قبوله و ابراز میشه، از آدم های اطرافتون رو میبینین که اونها رو ابراز میکنن، خب شما یاد میگیرین که اونها رو ابراز بکنن. و اگر احساساتی هستش که تا میاد خودشو ابراز بکنه چند نفر میگن انجام نده، نباید این کارو بکنی، خب ماها قطع میکنیم اون فضا رو. برای مثلا اگر بچه گریه میکنه، فوری تمام آدمای اطرافیانش میگن گریه نکن، گریه نکن، چته، مگه چی کم داری، باید هم خوشحال باشی، ببین چقدر کار کردیم، ببین چقدر زحمت کشیدیم، ببین چقدر همه چیز وفور نعمتو داری، برو به فکر آفریقایی ها باش که همه دارن گرسنگی میکشن، خودی خودتو ناراحت نکن، باید تو خوشحال باشی. خب ببینیم پیامی که برای من میاد اینه که من غمم جایگاهی نداره و ناشکریه هر لحظه اگر من بخوام مثلا به غمم رو نگاه کنم. در قسمت دیگه مثلا شما اغلب فرهنگ در حقیقت با پسرها وقتی که اونا گریه کنن یا غمشون رو نشون بدن یا ترسشون رو نشون بدن بهشون میگن که مرد باش. یعنی چی؟ پسر که گریه نمیکنه، پسر که نمیترسه، شجاع باش، برو جلو، این کارو بکن. و میبینین که مثلا برای آقایون خیلی سخته که یک مقدار غمشون رو یا ترسشون رو بخوان حتی حس بکنن یا ابراز بکنن، احساس ضعف میکنن، انگار که من آدم ضعیفی ام اگر این کار رو انجام بدم. همه ما انسان ها تمام این احساسات رو داریم و این احساسات قرار هستش که برای ما پیامی داشته باشن. طبیعتشون اینه که به عنوان یک پیامی میان، میگن که مواظب خودت باش، حالا به عناوین مختلف. ولی زمانی که یاد نگرفتیم که اینا رو ابراز بکنیم به خاطر خارج از خودمون که به ما گفتن فقط بعضی هاش خوبه، این خوشی که دارین میفرمایید، حالا برای کمدیانه که کارشون کمدیه، یعنی کسی که قاعدتا مغزش جوری داره نگاه میکنه که از ابعاد سنگین دنیا یک حالت سبکی تقریبا میسازه، لایت میکنه مسئله، تکس هیوینس اینتو لایتنس، چیزی رو که خیلی خیلی سنگین و دردآوره رو میاد و فضای فکاهی در کنارش میاره. خب اون مدلیه که اون فکر داره کار میکنه و بعد مهارتیه که یاد میگیره، ولی خب به غیر از کارش و به غیر از ابعاد اون مدل فکر کردنش، به هر صورت به عنوان یک انسان تمام این احساسات رو داره و ممکنه که اتفاقا یه جایی انقدر دردها رو که داره میبینه که نمیتونه دیگه حتی قسمت بانمکش رو یا خوشمزش رو اصلا در بیاره از توش. اینی که میفرمایین که این نفر یاد داده که خوشحال باشم و من یاد نگرفتم که گریه کنم به خاطر اینه، ولی حالا با عنوان اینی که یک کسی بخواد تعادل زندگیش رو در بر بگیره و دوباره برگرده توی زندگی عادی و سعی بکنه که زندگی سالمی از نظر احساسی داشته باشه، قاعدتا درون خودش حداقل باید بتونه تمام این احساسات رو تجربه کنه و بعد بتونه با گروهی که احساس امنیت باهاشون میکنه، حالا یا در خلوت خودش یا با اشخاصی که احساس امنیت میکنه، بتونه این احساسات رو در حقیقت ابراز بکنه. این میشه تعادل روحی داشتن و اینه که تمام احساساتی رو که طبیعیه برای انسان رو من بتونم و توانایی رو داشته باشم که تجربه کنم، حس بکنم و ابراز کنم. خانم دکتر، بعضی وقتا واحد اندازه‌گیری یا معیارهای جامعه و سوشیال میدیا به ما درسایی یا چیزها الگوهایی رو میده که مثلا آدمی کامله، آدمی سالمه، آدمی خوبه و یک انسان کامله که موفق باشه، شاد باشه، یه دستاوردهایی داشته باشه، یه چیزایی به دست بیاره، یه اثری بذاره تو دنیا. و این سوال بعدی که واقعا یکی از خانمای خانه‌دار کرده بود، فکر کنم با این وصل میشه که بعضی وقتا ما به یه نقطه میرسیم، بچه‌ها رو بزرگ کردیم، زندگیمون رو گذروندیم، به یه نقطه میرسیم ولی فکر میکنیم کاری نکردیم، مفید نبودیم، کاری کوچیک بسیار مؤثری که شاید خیلی هم قشنگ بوده رو به حساب نمیاریم، فقط میایم رو اون معیارهای جامعه خودمون رو میسنجیم و بر همین افسرده میشیم. دقیقاً به خاطر اینه که ارزش رو خودمون هم بلد نیستیم بذاریم. و درست میفرمایید، مثلا معیار جامعه تغییر پیدا کرده که شاید به خانمی که تصمیم میگیره که خونه باشه و فرزندانش رو بزرگ بکنه، اونقدر ممکنه که اون ارزش ها رو نمیدن به کسی که هم داره سر کار میره، هم بچه‌هاشو درست بزرگ میکنه، هم داره پروژه های قوی داره میسازه.
ولی به خاطر این انعکاس جامعه ممکنه که ما هم یادمون رفته باشه که این ارزش رو بذاریم، ولی خب خانواده های ما هم میتونن این ارزش رو بذارن که اگر من اگر یک کسی تصمیم میگیره که سالهایی رو بمونه و عشقش رو، تربیت کردنش رو، زمانش رو، حضورش رو در حقیقت بذاره برای یک انسان دیگه ای رو بزرگ بکنه، خیلی خیلی والاست و خیلی مهمه. اینو مثلا میبینیم کسانی که بیماری هایی میگیرن که وخیمه و قراره که خیلی سریع فوت بکنن، یا اینی که در جایی رسیدن که دیگه میدونن زمانشون زیاد نیست، اتفاقا خیلی موقع ها برمیگردن و میبینن که تأثیر گذاری که داشتن بهترین و والاترینش با یک انسان دیگه ای بوده و اون انسانی که نزدیک بوده بهشون، کسی که فرزندشون بوده، خواهر برادراشون بوده، آدمایی که اطرافشون بودن، میشناختنشون. و هر کسی که فکر کرده که من جوری که اثر گذاشتم تو کار و تو پول در آوردن و و و و بوده، آخرش خیلی هاشون میشینن باز میگن که کاش این کارو نمیکردم. یعنی هیچ کس نمیگه کاش بیشتر پول در آورده بودم، بیشتر اینه که کاش زمان زیادتری رو به فرزندم میدادم، در کنار یارم بودم، کاش که بیشتر وقت با هم گذاشته بودیم. این میبینین که در انسان ها در یک جایی برکه میگردن این ارزش ها رو میذارن. حالا زیباییش اینه که وقتی که ما یک کاری رو داریم میکنیم و انتخاب میکنیم که انجام بدیم، همون موقع این ارزش ها رو بهش بدیم. یه قسمت دیگه اینه که خب هر کسی دلش میخواد که پرفایده باشه، به خودش و اطرافیان سود بده. در نتیجه ممکنه که شما فکر بکنید که وقتی که بچه هاشو بزرگ کرد، اون شخص بچه ها 18 19 20 سالشون شد دارن میرن دانشگاهاشون، خب خود اون شخص دیگه در یک جایگاهی حس بیهودگی میکنه و اگه نتونه که برای خودش و هویت خودش رو دوباره سازی بکنه، یعنی اگر مادری یا پدری بوده که بزرگترین ارزشش این بوده که فرزنداشو بزرگ بکنه، خب 20 سال از زندگیشو برای این گذاشته. حالا مثلا اگه طرف 40 سالشه، 50 سالشه، بچه‌ها بزرگ شدن، یه 30 40 سال دیگه جلوش داره که 30 40 سال دیگه‌اش یه می‌دونید در حدود 16 ساعت زمانی که بیداره، و از این 16 ساعت حالا حداقل 10 ساعتش رو دلش می‌خواد یه کار مفیدی رو انجام بده. خب اگه هیچ کاری مفیدی رو نداشته باشه، مشخصاً تجربه افسردگی میاد. حالا اگر که مفید بودن رو اون شخص الزاما نگاه نکنه که حالا جامعه ای که من توش هستم میگه فقط تو باید حتما کار کنی و یا در این رده ها باید کار بکنی تا مفید باشی، یه نفر میتونه مفید بودن رو برای خودش هم مشخص بکنه، اینه که چطور من حس میکنم مفید هستم، برای اینه که کسی دیگه تصورش این هستش که مفیدم یا بخواد به من فیدبک بده که من مثلا مفید هستم. خود اون شخص که فکر کنه مفیده براش مهمه. یه نفر میبینی یه نفر نشسته برای 4-5 ساعت فقط داره تو اتاقش کتاب مینویسه، ولی به فکر میکنه که این مفیده براش، چون هم به خودش داره کمک میکنه، هم چیزی رو داره مینویسه که بعدها میده دست یک اجتماعی. ولی شاید مثلا یه نفر دیگه نگاه کنه 4 سال گرفتی نشستی گوشه خونه فقط داری قلم میزنی، این کجاش مفیده؟ برای اون شخص مفیده، وقتی هم که داستانش بیرون میاد ممکنه برای خیلی از کسان دیگه که میشینن گوش میدن مفید باشه. ارزش ها رو خودمون پیدا کنیم که به دل ماها بچسبه، و مفید بودن رو خودمونم پیدا کنیم که باز به دل ما بچسبه و ورای مسائل جامعه باشه، کمک میکنه. حالا اگر من صادقانه فکر میکنم مفید هستم، من به جامعه کاری ندارم، ولی 4 نفر اطراف خودم قاعدتا باید بتونن برگردن بگن که بله شما مفید هستی، ولی من فقط میشینم تو خطوی اتاق تو فکر خودم و تو فکر خودم فقط فکر میکنم مفیدم، ولی تمام آدمایی که نزدیک به منن هیچ نوع سود و فایده ای نمیبینن، در نتیجه نمیتونیم بگیم که آیا این رو زندگی مفید و مؤثری داشتی، برای کسانی که میخوان مؤثر باشن. ولی معمولا یک زمانی میرسه در زندگی که ماها داریم تعیین میکنیم که وقتی که یک نفر از من میپرسه تو چی کار میکنی، توی این سوال باید جوری جواب بدم که خودم افتخار میکنم به خودم، حالا هر چیزی که هست، هویتی رو تعیین کنم نسبت به کاری که دارم انجام میدم در روز که خودم احساس افتخار به خودم بکنم، اون به نظر من کافیه. خیلی جالبه، این منو یاد یک مجلسی انداخت که یه خانمی
وارد شد و یکی از عزیزان دیگه ازش پرسید که خب این روزا کجایی و اینا و داری چی کار میکنی تو زندگی؟ گفت دارم زندگی میکنم. و این برای من خیلی جالب بود که خب راست گفت، زندگی داره میکنه، زندگی خودشو. و این معنا دادن به قدم های خودمون خیلی خیلی ما رو بیشتر خوشحال میکنه. ولی حضور و وجود سوشال میدیا و مقایسه کردن، حتی بچه ها، بزرگتر ها، مسنتر ها، وای این این کار رو کرده، این اثر رو از خودش گذاشته، یعنی فقط ما ویترین ها رو داریم میبینیم و پستوی خودمون رو به قول فرمایش شما مقایسه میکنیم با ویترین های اونا و اون معنای کوچیک کوچیک های خوشمزه از زندگیمون یه جورایی رخت بربسته و اذیت داره میشیم. دقیقا. من این مسئله زندگی کردن یه مقدار بیشترش به معنای این هستش که من در لحظه دارم حضور دارم و هر لحظه رو دارم دریافت میکنم و هر لحظه من دارم مثمر ثمر انجام برای دیگران هستم. مثل اینکه مثلا یه نفری که میگه که من دارم میرم باغبونی میکنم توی باغچه خودم. باغبونی کردن توی باغچه خودم یعنی اینکه دارم تاثیر مثبتی رو میگیرم از حالا اون یه دونه گل یا یه درخت یا هر چیزی هست و من هم دارم به اون رسیدگی میکنم. یعنی یک دونه فضای برنده برنده‌ای برای هر دوی ماها هست. من دارم از اون لذت میبرم و دارم بهش سرویس میدم و هر چقدر سرویس میدم اون داره به من این لذت رو برمیگردونه. بعد حالا مثلا یه ساعت دیگه میرم با یکی از دوستانم میشینم یا با فرزندم میشم یا دارم غذا برای اون درست میکنم و بعد اون داره لذت میبره و کیفی که تو صورتش هست یا داره ازش لذت میبره و حرفی که به من میزنه، این ارتباط اینجا دوباره داره اتفاق میفته. ببینید این میشه زندگی کردن. من از بعضی از اشخاصی که میپرسم که تو دوران بازنشستگی حوصله‌ات سر نمیره یا چیکار میکنیم، میگم از صبح بلند میشم فقط انقدرم کار دارم که نمیدونی، چون همینطوری که حضور داشته باشم هر لحظه یک اتفاقی داره میفته که من میتونم 100% خودم رو در اختیارش بذارم و 100% اون چیزی که وجود داره بیاد در اختیار من و حتما نباید مثلا 8 ساعت یا 10 ساعت در فضای کار به خصوصی یا یک هدف به خصوصی باشه. هدف میشه زندگی کردن و زندگی کردن یعنی تجربه کردن آنچه که در کنار من هست و آن شخصی که در کنار من هست و از خودم و وجود خودم هم 100% رو در اختیارش بذارم. خیلی ممنونم. و سوال دیگه داشتم از طرف پدری که یکم گلایه داشته از خانومش و بچه هاش که حالا شاید انشالله صحبت های شما کمکشون بکنه که راضی بشن که این مسئله رو تغییر بدن در ذهنشون. میگفتن من از اول که ازدواج کردم از صفر شروع کردم، از زیر صفر، و سعی کردم که همیشه برای زن و بچه‌ام پدر خوبی باشم و فکر میکردم وقتی که کار زیاد میکنم و پول میدم اینا دیگه میدونن که چه کار باید بکنن و وظیفه خودم و اونجوری که تو ذهنم بود خوب انجام دادم، ولی حالا که بچه ها بزرگ شدن اون چه که دلم میخواسته رو نمیبینم ازشون و خوشحال نیستم. برای همین اونا هم یکم از ما دور شدن، ولی ما زن و شوهری که الان بیشتر وقت داریم همش داریم دعوا میکنیم سر این که خب من وظیفه‌مو خوب انجام دادم، تو تربیت خوب نکردی، نه تو نبودی بالای سرشون. و این مسئله باعث شده که دوران بازنشستگی تلخی رو داریم تجربه میکنیم. وقتی که اینو به من میگین که یک نفر هستش که نه تنها فرزندانش دیگه دلشون نمیخواد اطراف باشن و الان دو نفری که هستن هی دارن دعوا میکنن، حدس من بر اینه که توی این خونه کلن دعوا زیاد بوده و وقتی که شما در یک فضای خشم زیاد هست آدم ها فرار میکنن از اون جایگاه. حالا خشم به خاطر ممکنه توقعاتی باشه که همیشه وجود داشته و اگر که جایی برای رشد فرزندان اون جوری که باید باشه که اونا برای خودشون روش بکنن، نه اینه که فقط یک قالبی بشن از چیزی که شما براشون میخواستین و حتما باید توی اون قالب باشن، چون وقتی که کوچیکن خب با بهتون گوش میدن چون چاره ای ندارن، وقتی که بزرگتر شدن چاره دارن و اگر نخوان توی اون قالب باشن و اگر شما نتونین بپذیرین که اونها هم برای خودشون شخصیتی دارن، افکاری دارن، هر چیزی که هست، و مخصوصا هم در جامعه ای اگر هستیم که این رو اجازه میده. حالا ممکنه شما در جوامعی زندگی بکنین که خود جامعه هم این رو اجازه نمیده، یعنی میگه که نه تنها خونه پدر و مادر اینجوری باید باشه،
بلکه درم که میای بیرون قانونهایی گذاشته شده که شما نمیتونین ورای اون باشین، آزار میبینین، اذیت میبینین، هیچ کاری نمیکنین، ولی بس مجبور میشین برگردین توی اون قالب اگه میخواین زنده بمونین یا که اصلا از اون جامعه فرار کنید برید. ولی اگر در جامعه هستید که فضای بیرون جامعه این اجازه رو به شما میده که هر آنچه خواهی باشی، پس دیگه ماها بعد از اینه که میریم خودمون رو مستقل میبینیم در دنیای خارج، بر نمیگردیم تو چارچوبیه که پدر مادر حالا به زور یا اونها به زور نذاشتن، اونها فکر میکنن باید اینطوری باشه، ولی ما زور رو حس میکنیم و دلمون نمیخواد دیگه توی اون جایگاه باشیم. معمولا فرزندان تقریبا دیگه تو سن نوجوانی یک جورایی به مادر پدرشون میگن که من اینم، من این مدلی میخوام باشم، این کارو میخوام بکنم. وقتی که تشعر میبینن یا اینی که تحقیر میشن یا اینی که تهدید میشن، یه روزی هستش که در زمان به خصوصی که این استقلال خودشون و توانایی رو پیدا میکنن، میرن به سوی خودشون و میرن که از زندگیشون برای کسی که هستن لذت ببرن. این اتفاق در حقیقت داره میافته، نه اینی که حالا تربیت خوب بده یا خوبه، بلکه فضا فضای شیرین و دلنشینی نیست که یک نفر بتونه خودش رو توش پیدا بکنه. یه قالب زندانیه که تو باید فقط این مدلی باشی، وگرنه همین جوری داره بهت چند تا لیچار گفته میشه. آدم ها دوست ندارن وقتشون رو بگذرونن، حتی اگه شما پدر و مادرشون باشین، اگه از حریم خودتون پاتون رو فراتر بذارین، با اینی که ممکنه تمام وجود و قلب و پول و همه چی رو گذاشته باشین، ولی اون توقع تو چارچوب بودن و بعد تحقیر کردن و زبان و کلام خیلی دردناکی داشتن، آدم ها رو به هر صورت پس میزنه، حتی اگه فرزندتون باشن. دقیقا. من دیروز یه مطلبی رو برای رادیو قاصدک داشتم آماده میکردم که اجرا کنم و پخش بشه، بعد جالب بود که راجع به همین موضوع بود که میگفت مثلا شما وقتی به دنیا میای، دینتون، رنگتون، خانوادتون، شهرتون، دهتون، یه چیزایی متعلق به شماست باهاش میای، ولی یه چیزی هست که تو همه ما متفاوته و اونم آزادیه. تو آزادی که جون خودتو بگیری، آزادی که به هر نکبتی هست میخوای زندگی کنی، اون شکلی زندگی کنی، این آزادیه رو کسی نمیتونه ازت بگیره، حتی به هر قیمتی. و این تفاوت بین ما آدم هاست که شما هم الان دست گذاشتید رو همون نقطه. حتی بچه من باشه، وقتی میخوام اون آزادیه رو ازش بگیرم، یه دفعه میبینی که در مقابلم میسته و عکس العمل نشون میده. و حتی اگر آزادی رو فیزیکی شما از یه نفر بگیری، مثلا یه بچه‌ای داری که بهش میگی مجبوری بری توی اون اتاق، بیرونم نمیتونی بیای یا از این چارچوب نمیتونی بری بیرون، ولی آزادی ذهنی اون رو نمیتونی بگیری. ممکنه که بخوای مثلا سفسطه بکنی، منیپولیت بکنی یک جوری، ولی همیشه اطراف اون شخصی که داره این دروغ ها رو یا منیپولیشن ها و یا سفسطه ها رو میخره، انتخابشه که داره میخره. یه روزم ممکنه یک کدوم از جمله‌های شما رو دیگه نخره، و این آزادی فکری و روحی رو هر کسی داره به اینه که اتفاقی از خارج میفته و آیا اون رو انتخاب میکنه یا نمیکنه، آیا انتخاب میکنه برای زمانی تا میگن خرش از پل بگذره یک چیزی که باید انجام بده بده. خب میبینین اینو، میبینین که در خیلی از زمانها مثلا بچه ها میمونن طرف دعا دعا میکنه، من فقط حالا همه کار رو انجام میدم تا مثلا وقتش بشه برم. یه نفر توی کمپانی کار میکنه، یه نفر توی جایی هستش که میگه باشه باشه میخرم تا برم. حتی تو ازدواج ها یه نفر هی فکر میکنه من دارم نقشه میشینم که کی برم، حالا اینا رو میخرم تا برم. میدونی چی میگم؟ یه حتی تحملش هم به خاطر یک دلیلی میکنه. ولی آزادی فکری درون ما همیشه هست، حالا هر چقدر آدم ها تصور بکنن که فکر میکنن از بیرون میتونن کنترل بکنن، درون رو هیچ وقت نمیتونن کنترل بکنن. اگرم میبینین سیستم های میگن برین واشینگ وجود داره، سیستم های وجود داره، حالا حتی مارکتینگ و ادورتایزمنت و همه اینا هست، خب کمک میکنه که یه جوری ذهن شما رو آماده بکنه، درون طرف اون باز داره شما رو انتخاب میکنه. میتونین شما همه کارا رو بکنین، انتخابتون نکنه. کما اینکه امکان پذیر نیست که شما یه گروهی رو دائم برای طولانی مدت فقط مغزشون رو بشورین، امکان پذیر نیست. میبینین همیشه حتی این کالت هایی هم که به وجود میاد، یه مدت طرف میره جلو و بعد میبینین یه اشکالی داره، بعد یواش یواش دیگه حالا داره سعی میکنه بیاد بیرون.
این یک مسئله بسیار آزادی فکری که داشتین میگفتین دقیقا وجود داره. حالا شستشوی مغز شما فرمودین، یه مطلبی هم باز دوباره خوندم در مورد اینکه تنها جایی که با شستن کثیف میشه مغزه، که میخوان شستشو بدن، حالا یا رسانه ها، خبرها. و در یکی از این برنامه ها شما فرمودین که واقعا خوشی ها و خوبی ها و آدم های خوب دنیا و کارهای خوب قشنگی که داره انجام میشه خیلی بیشتر از بدی هاست. و ریسرچ دیروزی هم که من داشتم دوباره میخوندم همین بود که میگفت یه خبر یه دفعه میبینی برای شما از 10 جا میاد، یه خبر منفی از جای مختلفی براتون تکرار میشه، ولی خبرهای خوب اینطور نیست. حالا یا برای پولسازی یا برای رادیو تلویزیون رسانه، به هر عنوان خوبی ها همیشه بیشتره ولی نشون داده نمیشه و اینه که ما رو اذیت میکنه. فکر میکنیم دنیا آخر رسیده و همه چیز بده. خاطر اینکه میخوان توجه شما رو بگیرن، دو نوع همیشه توجه میگیرن، یا با ترس و اون ترس خشم برای شما به وجود بیاره، یا اینه که یک احساس خیلی امنیت خوبی به شما دست بده. و به خاطر همینم تو اکثر موارد تبلیغاتی از یکی از اینها برای احساسات استفاده میشه، یا دارن نشون میدن که چقدر همه چی عالیه و اگر شما اون حالا فکر، ایده است، جنس، شیء، هر چیزی که هست رو داشته باشید یا تا ابد خوشحال خواهی بود و امن، یا از این طرف مواظب باش که بترس که مثلا یه قراره که یک ضرری یه گروهی به تو برسونن و این شکلی دارن نشون میدن. این دو نوع نگاه کردنه که یک شخصی انگیزه براش پیدا میکنه که حرکت پیدا بکنه، حرکتی رو انجام بده. بگرنه همه احساس ها وجود داره، ولی احساس هایی که ما رو به حرکت میندازه اینه، یا به طرف پلیژر و زیبایی رفتن یا فرار کردن از چیزی که ما رو داره زنجر میده. پس اکثر آدم هایی هم که میخوان به هر دلیلی، حالا چه میخوان شما از نظر تبلیغاتی شیعی رو برین دریافت بکنین و بیزنسی دارن که از توش میخوان پول در بیارن، یا یک ایده ایدئولوژیه که دارن بهتون میدن، غیر از مسئله اطلاعاتش این با این احساسات هم بازی میکنه، حالا گهگداری این طرف گهگداری اون طرف. یکی از کارهایی که به نظر من خیلی خیلی مهمه اینه که دانش به اینه که خب به هر صورت احساسات من داره برمیانگیزه، ولی بس برم اطلاعات چیه، یعنی با شناخت این مسئله که خب آره احساساتم رو درک میکنم که در این اتفاق برام میفته، ولی نرم از توی احساسات تصمیم بگیرم، ببینم این هست ولی برم دنبال اطلاعاتی که وجود داره. بعضی موقع ها میبینین که اگر من اطلاعات رو دارم میخونم، خب بعد دیگه از شعور خودم میتونم استفاده بکنم که مقدار اطلاعاتی که میگیرم با آیا منطقی نیست، با منطق من جور در میاد یا نه، آیا به درد من میخوره یا نه، آیا در چارچوب و راستای بقیه افکاری که دارم آیا اونا رو داره رد میکنه و چالش میکنه، ولی جوری داره رد میکنه برای من که حداقل یه منطق جدیدی رو داره میاره و داره گسترش میده منطق منو و باز میکنه دیدگاه منو، یا اینی که نه فقط داره الکی بد میگه. این من فکر میکنم اگر این شعور سنجش رو برای خودمون بیاریم زمانی که داریم اخبارها رو نگاه میکنیم، مخصوصا هم توی شبکه های سوشال میدیا، شبکه های جمعی که وجود دارن، کمک میکنه. من الان کاری رو که انجام میدم خیلی راحت، اونهایی که اخبار دارن میدن از هر ایده ای، اصلا فرقی نمیکنه از کدوم ایده ها هست، اخبار دارن میدن و اخبار رو من میتونم چک کنم که ببینم موثقه یا نه، اجازه میدم که هنوز باشن و فالوورشون هم هستم یاد میگیرم. ولی کسانی که الکی فوش و بد و بیرا میدن و نمیدونم هیترد و تنفر دارن به وجود میارن رو مثلا وقت صرف نمی کنم، فقط فوری آن فالوشون میکنم و اجازه به اینی که این آدم ها توی زندگی من و در فضای من باشن دیگه نمیدم، برای که فایده ای نداره. میدونی شما اطلاعات رو من اگه فقط دلت میخواد حس بدی رو برای من به وجود بیاری که بترسونی، احمق که نیستیم که، بوز احوشم که نیستیم که، شما اطلاعات رو به من بده و اجازه بده که من سنجش داشتم. یک، دو، اگر اطلاعات شما واقعا موثقه دیگه اینقدر احتیاجی نداری که حربه ها و حیله هایی به کار ببری که اینقدر احساسات همه رو بالا پایین بکنی.
در نتیجه شما میتونید انتخاب بکنید، اگر بالا پایین دارین میرین با تمام این نوع شبکه هایی که وجود داره و آدمایی که هستن و کارهای انجام میدن خوشتون نمیاد، آنفالوشون بکنید. ببین اگر چون اینترنت نداره فوش و بد و بیرا حالا به طرف بگین، چون باز دارین میرین توی اون فضا. مهمترین مسئله این شبکه ها بیشتر از هر چیزی اینه که فالوور احتیاج دارن. اگه هر یکی حرفی میزنه هیچ کس بهش نگاه نمیکنه که دیگه حرفش کاری نداره. بهترین کاری که میتونین بکنین اینه که آنفالو کنین. دنبالش نریم اون چه که دوست نداریم و انتخاب بکنیم. اگر خبری دارید بدید خبرتون رو بدید. اگه میبینید یه نفر داره حرف میزنه بگو از طبق اخباری که مثلا از اینجا اینجا اومده به نظر میاد که این اخبار. حالا دیگه احتیاجی ندارید که بد و بیرام بگید، فوشم بدید، تحقیرم بکنید. ایناش دیگه به نظر میاد که اون بازی احساسیه که آدم ها دارن با هم انجام میدن که به نظر من حداقل سودی برای کسی که نداره. It's a waste of time and energy برای هر کسی. یعنی واقعا زمان هر کسی که مهمترین مسئله است براش، انرژی درونش که واقعا مهمترین مسئله است براش، داره به کثافت کشیده میشه. چه دقایق، چه ساعتها، چه روزها که میتونه این زمان و انرژی بدن فیزیکی که طرف داره و انرژی روحی که داره، مغزی که داره رو حداقل به یه چیزی بذاره که خوشحالش میکنه، چون مثمر ثمر باشه. درسته. ولی خب بعضی هم خانم دکتر عزیز همونجوری که تو برنامه گذاشتم گفتید اصلا ذاتاً دوست دارن فوش دادن و بد و بیرا رو بشنون، ببینن، دخالت بکنن، پای یکی رو فشار بدن، حالشون خوب شه، نمیدونم ساتیسفای میشن، یه حالت رضایت بخشی براشون به وجود میاد و اونا خب مثل همون یه گروه هایی رو تشکیل میدن. ولی هر کس هم توی که خوب من یه خبر خوشی بدم که البته اونایی که بیننده برنامه های تلویزیون تپش هستن در جریانن که برنامه دریچه شروع شده با برنامه های خوب رهایی، ارتباط، دیگه چی بود، رابطه ها، برنامه تربیت فرزندان و کاتگوری ها و گروه های مختلف رو در تپش پخش میشه. در رادیو قاصده که هم پخش میشه هم آرشیو میشه که عزیزان میتونن ببینن، بشنون و خیلی سوالات روز به روز داره بیشتر میشه خانم دکتر. به خاطر همین این منابع رو گفتم که زنگ بزنن، ارتباط برقرار بکنن و یه برنامه هم دارین در رادیو قاصده که خودشون میان صحبت میکنن، درسته؟ بله، دوستانی هستن که خیلی مایل هستن که با من صحبت بکنن در مورد زندگیشون و خب غیر از کسانی که خب دوست دارن بیان در مطب و اون سرویس روان درمانی رو بگیرن. خیلی ها هستن در ایرانن یا جاهای مختلفن و فقط یک سوالی دارن و دوست دارن یه مقدار صحبت بکنیم راجع بهشون. فرصتی هستش که میتونم من همون 20-25 دقیقه رو باهاشون گفتگو داشته باشم. این توی عین همین زوم با هم دیگه صحبت میکنیم. البته چهرهشون نخواهد بود، به تلویزیون هم نخواهد رفت. اون فقط میره توی رادیو قاصدک که اگر مایل هستن میتونن توی هر کدوم از سوشال میدیاها با من در تماس باشن و بگن که دوست دارن این کارو انجام بدن. زمان مشخصی رو براشون به وجود میاریم و بعد همون 20 دقیقه مشاوره ای رو که سوالشون رو میگن و من پاسخشون رو میگم، این در رادیو قاصدک فقط خودشون نشون میده. بسیار هم خوب، مرسی از حضور و وجودتون در برنامه ها. روی اینستاگرام شما هستین دیگه، سوشال میدیا مختلف، فیسبوک، لینکدین، توییتر، میتونن پیداتون بکنن، تماس بگیرن و در این برنامه شرکت بکنن. متشکرم خانم دکتر اساس. ممنونم از شما.